آتش و خیر خاطره های عشق تو تو این خونه فراغونه نذاشتی ناامید بره فقیری از در خونه یادش بخیر شب عروسی تا سحر توی قنوته چی دیدی پیراهن عروسی تو راه خون بخشیدی یادش بخیر شب تولد حسن یادش بخیر تبسم تو رو به من گل می اومد از آسمون یادش بخیر تولد حسینمون نبض تموم کائنات اگرچه تو مژده تو بود گرونترین جواهرات تاول انگشت تو بود بهشت اهل آسمون یا سمن و یاس تو بود خرجی خونه کاهی است گردش دست تو علی جان نداریم چیزی برو از فلانی گندم بگیر من آسیاب میکنم موزدش این باشه یه ذره آرد برای ما باشه آقا سوره ده که نازل شده نونه به واقع تمام پولش مال از زهرا بود اون نون کاملا دنیاییش هم مال از زهرا بذل یک نان تو کند نازل سوره هل اتی علی الانسان خانم یتیم و مسکین و اسیر یادش بخیر کمک نمیدی یادش بخیر رو بگو و بسوز یتیم و مسکین و اسیر شدن با لغمه تو سیر یادش بخیر آه پیامبر اون شب تو خونه با من و تو حرفایی داشت با چه امیدی دست تو تو دستای علی گذار یادش بخیر به تو میگفت عشق علی از همه دنیا بهتره به من میگفت که فاطمه امانت پیامبر یادش بخیر صورت تو نیلی نبود یادش بخیر نشونی اصیلی نبود یادش بخیر یادش بخیر یادش بخیر آه قدرت شمشیر علی
از اثر نگاه تو. ببینم با من چه میکنی شیرو. برا نود زخم علی، قدرت شمشیر علی از اثر نگاه تو. هر جا که باشی مرتضی، همیشه در پناه تو. یادش بخیر. وای وای، من این یه تیکه رو عاطفیه روزه بخوام هم جور دیگه. این عاطفی رو ببینم چیکار کنم. 90 زخم برا 90 زخم علی، دیدم که مرهم میذاری، گریه امونت نمیداد، بگی چقدر دوستم داری. یادش بخیر. امن یا جیب گریه ها، یادش بخیر. شفا گرفتم از چشات، یاده. خب حالا بعد از شهادت چجوری میشه؟ یادش بخیر عوض میشه. گفتی 40 شب تا سحر کنار قبرت بمونم، برا خودم گریه کنم، برا تو قرآن بخونم، به کی بگم که علت کشتن تو عشق منه. راحت بخواب که بعد از این کسی تو رو نمیزنه. شبت بخیر. اومده میدونم از گریه پوری. شبت بخیر. دیگه کتر باقیش بمونه. شب سومه ها، همه میگن سیلی بی هوا بود، من میگم نه. آقای علما، روزه ای که امام رضا اروانو فدا خونده و شیخ مفید گفته جور دیگه است. میگه تو کوچه، گفت کجا بودی؟ رفتم حقمو گرفتم. قباله فدا گفت بده نمیدم. قاب زد ملعون خبیز، آب دهان ریخ رو قباله، جلو چشم بی بی پاره پاره کرد. بی بی فرمود خدا شکم تو پاره کنه. یه نگاه کرد یمین و یسار خودش، دید خبری از علی نیست. سادات منو ببخشید، علما ببخشید، عشاق ببخشید. امام رضا اینجوری گفته. امام رضا گفته که ما نگیم نه. بعد بگیم پا رو عقب کشید، چنان لگد به پهلو زد. این بی هوا بود. منتها ملاحظه میکنن دیگه روزه خونه هی جمع سمی کنن کمش کنن.
برای تو نگم برای کی بگم. اینقدر نانجیب محکم زد بعد شما بپور. من اب نداری اسم ببرم شالله همه ما آقابت بخیرشین شما ما آقابت شد استیکی جون شنیدم چپ دست و دستشون زرد دستشون سنگین تره جان سعید درست میگم یا نه؟ درست میگم یا نه؟ آقا اونی که سیلی زد چپ دست بود. عبارت رضوی جانکاهه. من یه بار میگم میرم آخه بعضی از آقایون روزه میخوان جمله رو رد میشن من نمیتونم ردشم.